خان آقایان سلام و درود بر شما این بخش از گفتگوی رادیو هفت با آقای محمد علی نانلو در این لحظه آغاز میشه که نمیدونم تا کجا قرار ادامه پیدا بکنه ولی خب هر که هست که خیلی شیرینه بیاین برسیم به دوران دبیرستان شما پسر ایلیاتی که حالا اومده شهر یه 5 6 سالم رفته دبستان و شرارت های شهری رو یاد گرفته حالا تو دبیرستان چه حال روزی داره بگین برام خب منم سلام میکنم خدمتتون امیدوارم که حالتون خوب باشه این سومین شبی است که در خدمتتون هستیم رادیو اف خیلی اسم خوبیه همیشه در کار منصور زابتیان تنز هست من فکر میکنم که یک کوچولو زده با اون برنامه های تلویزیونی که قاعدتا رادیویی باشن آره یه کمی خب رسیدیم به خیابون امیریه و دبیرستان کدوم دبیرستان میرفته؟ دبیرستان سینا سی. در همون خیابون امیریه نزدیک چهار راه سلطان دبیرستان هم ملی بود یعنی پول میگرفتن و اسمش بود دانشگاه سینا برای اینکه هر جا. کسی از هر جا بیرون میکردن میومد اینجا خدا را کنه آقای ملکی صاحب و مدیر این دبیرستان در می اون بالا با لهجه شیرازی میگفتش که در مدرسه دعوا نکنیم بریم بیرون <applause> بعد اونجا ما تیم والیبال خیلی قوی داشتیم که از همون سالا من والیبال شروع کردم بازی کردن یکی از همبازی های من جواد ملکی بود پسر آقای ملکی که الان دکتر جواد ملکیه که یکی از بهترین جراح های قلب و قفسه سینه است دکتر جواد ملکی هنوزم گاهی جمع میشه والیبالیست سای قدیمی برای هم کرکری میخونیم ولی بازی نمیکنید دیگه چرا همچنان آره دبیرستان سینا. سینا خب در دبیرستان همچنان شرارت ها ادامه داشت در دبیرستان هم شیطونی ها ادامه داشت خدا رو احمد کنه یه نازمی داشتیم به اسم آقای اجرایی از این آقای اجرایی ما خیلی میترسیدیم اساسا <تصلا> از از آدمای اجرایی میترسه چیز جدیدی <lite> نیست <صح> مامور اجرا و <با> اینا <تصلا> بعد ما یه سینما بود سر چهارراه مرز سلطان که یکی از پاتوقای ما بود چی بود اسمش سینما فلور که وسط فیلم فیلم سائقه یا میدیم چرا روشن شد میفهمیدیم آقای اجرایی اومده تو سینما تو سینما ساعت ده ازو. بعد آها آه شما فرار کرد ما <applause> <applause> بعد آقای اجرایی اینطوری یه چوب تعلیمی هم همیشه دستش جم... ولی هیچ موقع نمیزد اینطوری 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 یه دونه کوچولو تو سرمون میزد ما پشت سرش راه میافتادیم خط <تصفح> میومدیم مدرسه بعد کلاس ریاضیات شروع میشد آقا ما بیچاره بودیم برای کلاس ریاضیات بعد اون حالا شما حساب کن سایقه رو ول کردی داره تو کره مریخ میگرده بعد باید بیای مدرسه پرتغال فروش رو پیدا کنی این پرتغال فروشه من دشمن خونیش بودم من فکر میکنم این های خونی که بعدا مد شد بابت همین دشمنی ما ولی خب مسائل دیگه هم داشتیم دیگه یه سینمای دیگه بود به اسم سینما نور این بالاتر از ما بود تو منیریه بود بعد میرفتیم اونجا که آقا اجرای پیداتون نمیده اونجا آقا اجرای نمی اومد بلیت شیش هزار بود یعنی شیش تا یک قرونی گاهی هم دو تا ستاییمون رو با یه بلیت را میدادن تو مونتا اونجا میشستیم به محض این فیلم شروع میشد سائقه میخواست بره کره مریخ ما بازی همون شروع میشد خیلی بزرگ بود سینما نور توی راه راه این دنبال هم میکردیم بعد میومدیم رو سن سائقه این بالا داشت کره مری خب میگیریم ما رو سن با هم دیگه آرتیس بازی و کشتی و اینا اونجا آقا اجرایی نمی اومد اون ساعت مشتری دیگه ای نداشت سینما که به شما اعتراض کنه همه در رفتهای از مدرسه بودن <تصحیح> <Ki> <تصحیح> پس با انتصاب به سختی دیپلم گرفتی با ناپلون با هم دیپلم گرفتیم دیپلم ردی شدین نه؟ نه من ایش رد نشدم تجدیدی زیاد آوردم همیشه <تصحیح> ولی کلاس دوازده رد نشدم چطور سر تجدیدی نیوردم یه آدمی با این روحیات <تصفح> با این قد و قواره ورزشکار چطور سر از ادبیات در میاره هولمون دادن طرف چیزی بلد نبودیم ریاضیات که قبولمون نکردن طبیعی که اون موقع رشته ادبی بود و طبیعی بود و ریاضی ریاضی که خب بنده بی گناه بودم بهش اصلا اون پرتغال فروشه پیدا نکردیم چی بعد مسائل دو مچولی میدادم ما تو یه مچولش مونده بود مچوله بعد طبیعی رو من واقعا حیفه اومد که نرفتم شاید مشاور خوبی نداشتم وگرنه اگر طبیعی یکی از نه که الان پشیمونم که ادبیات خوندم و نه ادبیات ذهن من رو خیلی باز کرد خوشبختانه حالا بعدا اگه سوال کردی راجبش توضیح میدم ولی یکی از دریقهای من همیشه اینه که چرا زیست شناسی نخوندم برای اینکه من در طبیعت که بعدها حالا بعد صحبت شو خواهیم کرد یه کوچولو الان اشاره میکنم در طبیعت یک چیزهایی دیدم آقای زابطی ها یک قوانینی دیدم یه ریزکاری های دیدم خداوند آفریده که همیشه دریغ همینه که چرا من فیزیک بلد نیستم چرا من زیست شناسی بلد نیستم وگرنه از این کاری که خدا در این موجود کوچیک کرده بهتر سر در می آوردم دریغ هم برای نخوندن طبیعی اینه چه سالی دیپلم گرفتید؟ 1345 1345 و بلافاصله به دانشگاه رفتید نه؟ بلا فاصله رفتم به دانشگاه من هفت تا کنکور شرکت کردم در زندگی هر هفتا رو قبول شدم همزمان؟ نه در طول اون کنکور سر کنکور سراسری بود یا شما برای یک رشته خاص ولی اولین باری که من رفتم به دانش... علت این قبول شدم برای اینکه هیچ موقع بچه درسخونی نبودم ولی خیلی باهوش بودم و خیلی سری سری اینا رو میزدم این تستی ها رو بعد دوباره وقت داشتم برگردم زبان بد نبود اولین جایی که قبول شدم اتفاقا تخصصی بود در مدرسه عالی علوم ارتباطات قبول شدم که الان شده دانشگاه علامه تبا تبایی. جاش توی خیابون کتابی بود توی جد قدیم شریعتی الان هم جاست الان هم یه بخش بزرگ خیلی خاطرات خوش دارم اونجا ولی ترم دوم من اخراج کردن از دانشگاه نمیدونم یعنی میدونم بعد رفتم سربازی بعد رفتم سربازی خب بزن همجا توی سربازیتون بمونیم تا فرد شب بسیار شب خیلی ما که شب همراه ما بودید فردا شب هم گفتگو بود ادامه خواهیم داد با آقای محمد علی